بازی جهان را در اختیار دارید، حتی بیشتر از روسیه. تقاضا برای مصرف گاز آنقدر زیاد شده که پیش بینی می شود تا 25 سال آینده 24% کل انرژی جهان را همین گاز تشکیل دهد. این تقاضای روزافزون باعث شد جمهوری اسلامی ایران ایده شکل‌گیری نهادی شبیه اوپک را مطرح کند برای ثبات بازار انرژی و قیمت‌گذاری جهانی. علاوه بر بخش‌های فنی، بخش‌های حقوقی، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، این رشته ها رو باید روش کار کنیم، فکر کنیم. Позиции этого ресурса на глобальном рынке укрепляются. منجر شد به بیانیه موسکو که مشتمل بر چند بند بود، مثل همکاری در زمینه فعالیت‌های فراملی و همکاری‌های نسبت به عرضه گاز در عرصه فراملی این کشورها، انتقال فناوری و همچنین همکاری‌های در زمینه قیمت‌گذاری. حالا مجمع صادرکنندگان گاز قرار است سومین اجلاسش را در سطح سران به میزبانی ایران برگزار کند. مجمعی که 12 عضو اصلی و 5 عضو ناظر دارد. کشورهایی که حدود 70% ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. در این اجلاس میشه به هر دو موضوع مهم بشر که چالش بشری جواب داد. یکی امنیت انرژی رو بهتر ایجاد کرد، چون انتقال گاز آسان‌تر نسبت به زغال سنگ، و همین هم که به تغییرات محیط زیست کمک کرد. Предоплаты, которая произведена украинской стороной, осталась на поставку газа на трое, на четверо суток. Если предоплаты не будет, газ в соответствии с этим контрактом и дополнением. هرچند که مؤسسات بین المللی انرژی بر این اعتمادند که جهانیان به زودی شاهد صادرات عظیم گاز ایران خواهند. قرار انشالله در 5 سال آینده ما 1,300,000 متر مکعب در روز گاز تولید بکنیم. کشورهای منطقه به سراسر جهان داشت. اجلاسی که پیش بینی می شود رهبران 9 کشور دارنده بیشترین ذخایر و تولید کننده گاز جهان. بحث‌های فنی داریم، همکاری‌های فنی بکنیم در حوزه تبدیلات گازی، تولید گاز از میدان‌ها، تحقیق و پژوهش‌های مشترک با هم دیگه داشته باشیم در این حوزه‌ها، و همین که یواش یواش وارد بحث‌های بازار بشیم. حالا پس از گذشت 14 سال از زمان شکل‌گیری مجمع کشورهای صادرکننده گاز، چشمان زیادی به مجمع تهران دوخته شده که تصمیمات در این اجلاس می‌تواند بر معادلات انرژی جهان تأثیر گذار باشد.